سلام وقتتون بخیر امیدوارم که حالتون خوب باشه در این ویدیو میخوام تکنیکی رو به شما یاد بدم که به واسطه اون در هر محویلی اگر بودید و صحبتی از برندسازی اینترنتی شد به راحتی قدرت هر سایت رو به واسطه اون تشخیص بدید و هر فردی به نوعی اگر ادعایی کرد که میتونه فلان کار رو در حوزه برندسازی براتون انجام بده به واسطه این تکنیک به راحتی متوجه بشی که ادعاش راسته یا دروغه در کنارش میخوام شما رو با قدرت سایت آرد برندینگ هم آشنا کنم. مرحله اول اینه. طور که میدونید بیشتر مردم از طریق شبکه های مجازی و گوگل به سمت ما میان آمارهای رسمی هاکی از اینه که 90 درصد مردم از گوگل برای پیدا کردن نتایج خودشون استفاده میکنن پس ما اگر میخوایم ادعای در زمینه برندسازی اینترنتی داشته باشیم باید بتونیم گوگل رو به تملک خودمون در بیاریم بریم با هم یه سری موارد رو بررسی کنیم در ابتدای ام سایت google.com رو باز میکنیم در این صفحه عبارت سایت دو اسپل میکنم S I T E دو نقطه و آدرس سایت رو وارد میکنیم آدرس سایت رو نیازیست با تا W بزنید یا HTTPS بزنید کافیه بنویسید آراد خب سایت دو نقطه چی کار میکنه؟ وقتی شما عبارت سایت دو نقطه رو به همراه آدرس دامنه یک سایت وارد میکنید و نتیجه رو میزنید گوگل تمامی اخباری که از اون سایت توسط خزنده هاش هم مرور شده ایندکس شده اینها رو به شما نشون میده و شما میفهمی که یک سایت چقدر محتوا روش وجود داره و در چه زمانی این رو به ما نشون میده من این تر رو میزنم ببینید به من میگه در 20 صدم ثانیه سر صد 10000 هزار محتوا رو از سایت آرات برندینگ بهتون نشون دادم این ریزالت گوگل هست اما همه اخبار نیست یعنی کل اخبار سایت آرات برندینگ صد هزار تا نیست در 20 صد ثانیه تونست این عدد رو به ما نشون بده و این عدد نباید شما رو فرید بده ما سایتهایی رو خواهیم داشت که شما اگر سرچ کنید میبینید عدد های بسیار بالایی رو به شما نشون میده ولی خب در چه تایمی ممکن این اخبار در ماه گذشته و در, در سال گذشته تولید شده باشه و الان در قالب ریزالت به شما نشون میده هنر اینه که یک سایت بتونه همیشه پویا باشه و در بازه زمانی کوتاهتر در زمان های اخیر اصطلاحاً تونسته باشه گوگل رو به سمت خودش بکشونه ایدال حالت اینه که ببینیم در روزهای گذشته چقدر تونسته گوگل رو به سمت خودش بکشونه برای اینکه این زمان رو بتونیم فیلتر کنیم کافی روی تولز کلیک کنیم و از قسمت اینی تایم 24 ساعت گذشته رو انتخاب کنیم بهترین حالت همینه یعنی ظرف 24 ساعت گذشته سایت آراد چقدر تونسته گوگل رو به سمت خودش بکشونه خب بیام پایین تو هر صفحه از سرچ 10 تا خبر رو به ما نشون میده و اینجا میبینید که صفحه بندی شده من میرم صفحه ده وقتی صفحه ده رو کلیک میکنم یعنی تا الان 100 تا خبر رو از سایت آراد برندینگ به ما نشون داده که در 24 ساعت گذشته گوگل اینها رو بررسی و ایندکس کرده به زبان های مختلف هم هست شما ببینید اینجا ما زبان انگلیسی داریم زبان فارسی داریم و ساعتش هم نوشته شده 14 ساعت 16 ساعت 20 ساعت 9 ساعت 4 ساعت یعنی گوگل در هر ساعتی اومده به سایت ما سر زده میریم صفحه 14 سر چهل خبر اینجا باز زبان مختلف رو میبینید زبان عربی رو میبینید باز انگلیسی رو میبینید زبان فارسی که باز هست صفحه 18 هم باز زبان عربی زبان انگلیسی میریم صفحه 20 توم. و اخبار تا به اینجا توسط گوگل ایندکس شده وقتی یک سایت میتونه 20 صفحه از گوگل رو در 24 ساعت گذشته اصطلاحا تصرف کنه یعنی سایت بسیار قوی هست کمتر سایتی تو دنیا وجود داره که این قدرت رو تونسته باشه به دست بیاره 20 صفحه یعنی 200 خبر در 24 ساعت گذشته فقط گوگل خونده تولید شدهش فعلا کاری نداریم و این یعنی هر 5 دقیقه بار گوگل سر زده و این اخبار رو مطالعه کرده بینید که به 20 صفه هم اکتفاه نکرده سایت رادورندینگ همینجوری داره دارون پیدا میکنه میریم صفحه 24 میریم پایین تر صفحه 28 32 33 صفحه 36 صفحه 36 36 سفر رو اومد خب بشماریم ببینیم تا آخرین صفحه چند تا خبر وجود داره یه خبر دو خبر سه تا چهار تا پنج تا شش تا هفت و هشت یعنی تا 35 صفحه میشه 350 خبر و این 8 تا مجموعا 358 تا خبر رو در 24 ساعت گذشته گوگل تونسته از سایت alatbranding.com بررسی و ایندکس کنه که خدمتتون عرض کردم این خبر تولیدی نیست این خبری هست که گوگل ایندکس کرده و یعنی تعداد تولیدی بسیار بالاتر از این عدد هاست و محدود سایت رو تو دنیا میتونی پیدا کنی که تا این حجم از تولید رو در روز بتونه به خودش اختصاص بده ما سایت های بزرگی تو دنیا داریم که اینها اکثرا فروشگاهی هستن اینا حتی یک تغییر روی خبرشون اعمال میکنن اون خبر اصطلاحا ری ایندکس میشه مجددا بررسی میشه و تو آمار میاد در حالی که تک تک این خبرها یک بار برای همیشه ایندکس شدن و در 24 ساعت ها گذشته توسط گوگل خونده شدن این قدرت سایت آرات برندینگ توی بحث ایندکس هست که میبینید ساعت های مختلفی رو هم به خودش اختصاص داده از دو ساعت گذشته داریم تا 23 ساعت گذشته 24 ساعت گذشته حتی اینجا 25 دقیقه گذشته میبینید نیم ساعت هم نشده این خبر ایندکس شده و ما هر دو سه دقیقه یه بار یه خبر رو روی سایت منتشر میکنیم کمان که میگم علاوه بر سایت فارسی در نه زبان زنده دنیا هم داریم کار میکنیم که در نوع خودش بی نذیره. خب قدرت سایت آرات برندینگ رو در بحث ایندکس و تولید خبر دیدیم حالا بریم ببینیم این خبرها چه جایگاهی رو به خودشون اختصاص دادن عناوینی که ما برای اخبارمون داریم استفاده میکنیم برگرفته از سرچ های مردم هست افرادی که در گوگل سرچ میکنن وقتی یک عبارتی رو زیاد جستجو میکنن اون عبارت توسط گوگل بولد میشه و در اختیار بقیه مخاطبین قرار میگیره که اونها هم بتونن از این سرچ ها استفاده کنن به این عبارات میگن اصطلاحا پیشنهاد یا سجست گوگل که توسط مردم بسیار سرچ میشه بسیار پر رقابت هست و هر کس میخواد توی گوگل حرفی برای گفتن داشته باشه باید بتونه توی این عبارات جایگاه بگیره ما هم برای محتوای خودمون از همین سجست ها استفاده میکنیم و اینجا میخوام بهتون نشون بدم که چه جایگاهی رو هم تونستیم به دست بیاریم خب اینو بدونید ما در بیش از 60 درصد موارد جایگاه صفحه یک تا 3 رو داریم در بالای 60 درصد موارد که الان تست خواهیم کرد صفحه یک تا 3 رو کامل به خودمون اختصاص دادیم و در 40 درصد بعد تا صفحه 5 هستیم خیلی به ندرت پیش بیاد که تو 5 صفحه اول نباشیم و به مرور زمان تا سه ماه دیگه نهایتاً با کارهایی که تیم فنیمون انجام میده جایگاه محتوامون بالاتر میره و همه جایگاه ها رو به دست خواهیم آورد نمونه رو با هم چند تا نمونه رو بررسی میکنیم مثلا اینجا این عبارت رو من میخوام سرچ کنم یک عبارت 40 تاییه. تایی هزار رقیب رو در کمتر از نیم ثانیه به ما نشون میده که میبینید اینجا سایت آرات برندینگ در صدر تمامی سرچ ها نتیجهش به ما نشون داده میشه خب بریم جلوتر یه عبارت دیگر رو اینجا مثلا من انتخاب و سرچ زنم. خب 82 هزار تا ریزالت داره به من نشون میده میام پایین تو صفحه اول نبودیم صفحه دو رو بررسی میکنم میام صفحه سه اینجا هم نبودیم و تو صفحه چهار تونستم جایگاهش رو به دست بیارم توی عبارت تسمه تایم حالا بریم به دیگر رو بررسی کنیم مثلا اصل تک نفره رو اینجا سرچ میزنم میبینم که سایت آراد برندینگ در صدر گوگل نشسته با رقابت 255 هزار تایی اونم در کمتر از نیم ثانیه این ثانیه رو جدی بگیرید چون اگر هر چه تایمش بیشتر بشه رزالت بیشتری رو نشون میده یعنی رقابت خیلی بیشتر از این حرف هست. اما در کمتر از نیم ثانیه تونسته این تعداد رو به ما نشون بده که در بین این رقابه باز ما صدر گوگل رو به خودمون اختصاص دادیم بریم خبرهای دیگر رو با هم دیگه بررسی کنیم مثلا این خبر سرچ میزنم رقابت 4000 تایی داره و صدر گوگل در اختیار سایت آراد برنی دار هست با همون خبر یعنی این خبر دیگر رو برام نمیاره همون خبر که در 21 ساعت گذشته ایندکس شده تونسته جایگاهش رو به دست بیاره این خبر رو با هم بررسی کنیم خبر عربیه دو ساعت گذشته ایندکس شد نگاه دو ساعت گذشته ایندکس شده و تونسته در 143 هزار تا رقیب جایگاه دو رو به خودش ظرف دو ساعت اختصاص بده این قدرت سایت تارات برندینگ هست که توی زبان‌های دیگه حتی میتونه به راحتی جایگاه بگیره بریم سراغ زبان‌های دیگه مثلا زبان ترکی رو با هم بررسی می‌کنیم عبارت سرچ می‌کنم 563 هزار تا 568 هزار تا ریزالت رو به من نشون میده صف اول رو با هم بررسی می‌کنیم صفحه اول نبود میریم سراغ صفحه دو اینجا هم حضور نداشتیم صفحه سه میبینم که همون خبر در صفحه سه جایگاه هشتم جا گرفته خبری که ظرف 15 ساعت گذشته ایندکس شده بازی خبر عربی رو داریم این هم با هم بررسی کنیم رقابت دو میلیون هشتر هزار یعنی در کمتر از نیم ثانیه فقط تونسته نزدیک سه میلیون رقیب رو به ما نشون بده حالا آراد برندینگ کجاست جایگاهش اینجاست یعنی جایگاه اول دوم به کنار سوم گوگل در اختیار سایت آراد برندینگ با خبری که 24 ساعت گذشته توسط گوگل ایندکس شد و تونست تو صفحه اول جا بگیریم میریم صفحات بعدی رو با هم بررسی کنیم مثلا این خبر انگلیسی رو با هم چک کنیم این خبر رو من سرچ میزنم میام پایین تر میبینم رقابت 64 هزار تایی و اینجا جایگاهش رو گوگل در رده پنجم به آراد برنی اختصاص داده یه خبر زبان فرانسه داریم رقابت نزدیک یک میلیون و چهارصد هزار تاست در کمتر از نیم ثانیه و ببینیم صفحه اول هستیم بله تو صفحه اول جایگاه هشت در اختیار سایت آراد برندینگ با زبان فرانسوی یه تو فارسی هم از همینجا انتخاب میکنم و سرچ میزنم سی و هزار تا رقیب داره صفحه اول نبودیم صفحه دوم هم نبود و در صفحه سوم جایگاه دو در اختیار سایت آراد برندینگ دات کام هست خب میرم صفحه بعدی از بین سی و شیش صفحه که برای آراد برندینگ اختصاص پیدا کرده ببینم چه خبرهای جایگاه داره مثلا همین عبارت رو چک میکنم سایت عربیمون رو بررسی کنیم عبارتی که چهار ساعت گذشته توسط گوگل خونده شد در رقابت سی سن و هفت تایی میبینم که تو صفحه اول حضور داریم و جایگاهش رو گرفتیم گرفتن جایگاه توی این رقابت ها بسیار سخته اما این نشون میده که سایت آلات این چقدر قدرت داره که به راحتی میتونه این جایگاه رو از آن خودش کنه این عبارت رو سرچ میکنم رقابت رو ببینید 97 میلیون رقابت تقریبا شکنم 98 میلیون در نیم ثانیه تازه تونسته چیز غریب به 100 میلیون رقیب یا ریزالت رو به ما نشون بده در کمال شگفتی میبینید سایت حالت برندینگ تو جایگاه یک یک نشسته و این خبر رو به خودش اختصاص داده با همون خبر یعنی خبر دیگر رو برامون نمیاره همون خبر که یک روز گذشته اصطلاحا توسط گوگل خونده شد حالا یک یک رو به خودش اختصاص داده بریم سراغ خبرهای دیگه مثلا اینجا دوباره یه عربی رو چک میکنم این عبارت رو بررسی کنید 175 هزار رقیب رو در کمتر از نیم ثانیه به ما نشون میده سایت آراد برندینگ یک چک گوگله ولی اینجا یه عبارتی رو میبینید یه نوشته ای رو میبینید به این جایگاه اصطلاحا میگن زیرو باکس زیرو باکس چیه سایتی که تونسته جایگاه یک چک رو به خودش اختصاص بده یک بخشی از متنش توسط گوگل در این زیرو باکس نشون داده میشه و اون بیشتر اشاره داره به موضوع اصلی عنوان موضوع اصلی عنوان ما قیمته و اینجا میبینید قیمت رو داره به من نشون میده این زیرو باکس نشون دهنده اینه خبری که جایگاه یکی گرفته اونقدر از لحاظ گوگل ارزشمنده و از لحاظ کیفی در سطح بالایی قرار داره که گوگل به راحتی تونسته بخشی از اون خبر رو هم در زیرو باکس خودش نشون بده و این نشون دهنده اینه که سایت آراد برندینگ چقدر تونسته جایگاه های خوبی رو به دست بیاره و قدرت خودش رو در بحث جایگاه گیری و ایندکس کامل نشون بده این بود قدرت سایت آراد برندینگ لازم به ذکری که بدونید از لحاظ قدرت برندسازی سایت آراد برندینگ در بین پنج سایت اول ایران قرار داره و تونسته اسم خودش در لیست صد سایت اول دنیا هم قرار بده بهتون این وعده رو میدیم که تمام تلاش رو میکنیم تا این جایگاه رو روز به روز بیشتر کنیم و به مرور خواهید دید که تا فتح قله جهانی راه زیادی نمونده امیدوارم از این ویدیو نهایت لذت رو برده باشید تا آموزشها و ویدیوهای دیگه شما رو به خدا میسپارم پیروز سربلند باشید خدا نگهدار